موسیقی راک دایر استریتس با فروش 120 میلیون نسخه از آلبوم‌های خود در سراسر جهان، یکی از موفق‌ترین گروه‌های راک در بریتانیا بین سال‌های 1977 تا 1995 بود. آلن کلارک، یک عضو پیشین این گروه، تلاش می‌کند تا گروه خود را دوباره احیا کند همراه فیل پالمر و کریس وایت. I hate to admit this, but we played with a Dire Straits cover band. البته من از گفتن این حقیقت اکراه دارم که من و کریس در ایتالیا برنامه‌های گروه دایر استریتس را پوشش می‌دادیم و 5000 نفر علاقه‌مند داشتیم. کمی پس از آن ما برای شرکت در یک برنامه نیکوکاری به رویال آلبرت هال دعوت شدیم. ما این دعوت را پذیرفتیم و اجرای ما بسیار خوب و موفق بود. جمعیت به وجد آمده بود و ما تصمیم گرفتیم که به کار ادامه دهیم و اکنون اینجاییم. So we thought, well, we just have to keep going, and here we are. از اواخر دهه 70 تا اواسط دهه 90 که گروه راک توسط نوفلر رهبری می‌شد، با اجرای آهنگ‌های محبوب خود موفقیت‌های گسترده‌ای به دست آورد. اکنون این گروه جدید می‌کوشد تا جان تازه‌ای به گروه قدیمی دایر استریتس بدهد. Whenever Dire Straits got together to do هر زمان که گروه دایر استریتس دور هم جمع می‌شوند، چه برای تنظیم یک آلبوم و چه برای اجرای یک تور موسیقی، تلاش می‌کنیم تا در اجرا دست به جوانگرایی بزنیم و این کاری است که این بار نیز انجام دادیم. به جای اینکه آهنگ‌ها را همان گونه اجرا کنیم که در سال 1992 می‌کردیم، به گونه ای ارائه می‌کنیم که گویی ادامه کار گروه و پیشرفت طبیعی آن است. در اجرای آهنگ پول برای هیچ، اعضای دیگری نیز به گروه پیوستند، مانند ترانس رایز، گیتاریست آفریقایی، و استیو فرون، درامر، و میک فیت، باسیست. گروه دایر استریتس در ماه اکتبر در ایرلند، دانمارک، نروژ و بلژیک به اجرای برنامه می‌پردازند.